من تو اینجا سعی کردم با این مقدمه دو تا دیدگاه رو مطرح کنم. یعنی ما برای سفارش بتن، برای تهیه بتن با دو شکل مواجهیم. یک شکل سفارش دهی بر مبنای عیار سیمان مصرفی، یک شکل که شکل منطقی تر، اصولی تر و نتیجتا اقتصادی تره، استفاده از مقاومت فشاریه که مبنای مقاومت فشاری هم بر اساس آیین نامه ها مقاومت فشاری 28 روزه نمونه سیلندری یا استوانه‌ای هستش. این از این مسئله. حالا ببینیم فهرست بها در این زمینه چه صحبت هایی رو کرده. در ابلاغی فهرست بها در همون ابتدا و در بخش مقدمه بند اول ذکر کرده که هزینه تهیه و اجرای بتن در ردیف های مربوط به این فصل به جز حالتی که روش عیاری، همین چیزی که الان توضیح دادم، طبق توضیح بند دو که الان میخواییم بهش بپردازیم، ملاک عمل باشد. در غیر این صورت بر مبنای مقاومت فشاری مشخصه بتونه. حالا این رو از کجا در میاریم؟ این مقاومت فشاری مشخصه بتون مسلماً طراحی سازه بر اساس مقاومت فشاری مشخصه بتون بوده. ما در نرم افزارهای طراحی، ما در محاسبات از مقاومت فشاری مشخصه بتون استفاده میکنیم، F پرایم C. این مقدار در هنگام سفارش دادن، در هنگام برآورد کردن از مفاد مندرج در نقشه ها و مشخصات فنی بر اساس آیین نامه بتن ایران تهیه میشه و مبنای کار هم نمونه استوانه استاندارد هست بر حسب مگاپاسکال. آیین نامه های ایران به پیروی از آیین نامه های بین المللی در ویرایش های جدید خودشون واحد هاشون رو تغییر دادن و از حالت کیلوگرم بر سانتی متر مربع، کیلوگرم بر متر مربع و این فرم ها به مگاپاسکال و کیلو نیوتن روی آوردن. به همین دلیل خیلی بهتره که شما هم در هنگام محاسبات به سراغ این اعداد برید، 25 مگاپاسکال مقاومت فشاری بتن و سایر واحد ها. به بند دو میریم. یعنی الان در این بند، بند یک، ذکر شده که هزینه تهیه و اجرای بتن رو جز در مواردی که قرار ذکر بشه بر مبنای مقاومت فشاری مشخصه قرار انجام بدیم. اما اگر چنانچه بر اساس پیشنهاد مهندس مشاور و تصویب کارفرما پرداخت ردیف عملیات بتن ریزی بر اساس عیار سیمان مصرفی باشد، در اون صورت نیم از این فرمول استفاده می کنیم برای تبدیل. در واقع مبنای پرداخت ما مقاومت فشاری مشخص بتن هست، اما چنانچه مهندس مشاور به هر دلیلی پیشنهاد بده و به تصویب کارفرما برسه، از طریق این فرمول عیار رو به مقاومت فشاری تبدیل می کنیم و بر مبنای اون پرداخت صورت می گیره. یک نکته ای که برای شخص بنده هم پیش اومد، خالی از لطف نیست اینجا مطرح کنم، این فرمول خیلی میان در جاهای دیگه ازش استفاده میکنن. حواستون باشه این فرمول رو به خاطر بسپارید و این تذکرم به یاد داشته باشید که صرفاً موضوع این بنده نباید از همچین فرمولی برای طرح اختلاط استفاده بشه. شما مثلا بر این مبنا که F پرایم C من هست، به طور مثال 25 مگاپاسکال از روی اون عیار برسید، برای سفارش دادن و برای طرح اختلاط ابداً توصیه نمیشه. این یک بخش نسبتاً مفصلی بود که نیاز دونستم در موردش صحبت کنیم، که در ادامه هم مشکلمون در این رابطه حل بشه و نیاز نباشه هی در مورد اینکه عیار چه هستش و مقاومت فشاری چه هستش بر حسب مگاپاسکال و از کدوم باید بر مبنای پرداختمون قرار بدیم استفاده بشه. بند پنجم که بند مهم دیگه هست در این مقدمه، گفته که منظور از مقاومت فشاری مشخصه در ردیف های این فصل مقاومت مشخصه نمونه استوانه استاندارده. این استاندارد بودنش خیلی مهمه. اگر شما به طور مثال آزمایشگاهی که برای تعیین مقاومت فشاری استفاده می‌کنید از سایر آزمون‌ها استفاده کنه، نمونه مکعبی استاندارد
یا به هر شکلی هر نمونه غیر از نمونه استوانی استاندارد بایستی اینا با ضریب‌های مشخصی که توسط استانداردها و آیین‌نامه ها مشخص شدن باز هم به نمونه استوانی استاندارد تبدیل بشن. یعنی مبنای محاسبات طراحی، مبنای برآورد رو بر این اساس قرار دادن، که این رو هم از مفاد مندرج در نقشه‌ها و مشخصات فنی به دست میاد. خب حالا چیه داستان؟ ببینید معیار پذیرش داره. ممکنه شما در نقشه هاتون ذکر شده باشه که به طور مثال المان های سازه‌ای بتون مصرفیشون C25 باشه. C25 یک مثالی هستش که عمدتا استفاده میشه، فرم رایج‌تری داره از C25 استفاده میکنن. این بند میگه که اگر شما در نقشه ها و دستورکارهاتون اشاره شده باشه که مقاومت فشاری مشخصتون، F پرایم کاراکتریستیکتون باید 25 مگاپاسکال باشه، ولی شما به هر دلیلی به مقاومت‌های بیشتری دست پیدا کردید به عنوان پیمانکار و حالا به هر دلیلی هزینه بیشتری رو هم برای اون پرداخت کردید، در حین عملیات اجرایی این اتفاق افتاد، موجب پرداخت اضافه نخواهد شد. اما برعکس اون، اگر بتونتون به مقاومت مشخص دست نیافت، بایستی بر اساس ضوابط یاد شده اقدام شود. این ضوابط یاد شده چه هستش؟ خیلی سریع در مورد این صحبت میکنیم. مبنا و داور کارهای ما در امور اجرا، اختلاط و آزمایش های مرتبط با بتون، آیین‌نامه بتون ایران یا مختصراً آبا هستش. ما هر جا که مشکلی خوردیم و نیاز به حکمیت شد برای این که بتون ما چه ویژگی هایی داره، آیا روند اجرای کار صحیح هست یا خیر، بایستی به آبا مراجعه کنیم. آبا در این مورد گفته که اگر شما، خب قبلش این توضیح رو بدم که مشکلی که ما در هنگام استفاده از بتون داریم برخلاف سازه های فولادی این هستش که ما ابتدا بتون رو در سازه مصرف میکنیم، بعد از گذشت 7 روز، 28 روز و یا ما و زمانهای دیگه تازه متوجه میشیم که آیا بتون ما جواب داده یا خیر. اگر داد پاسخگوی طراحی بود که چه بهتر، اما اگر نبود چه کار باید بکنیم؟ آیا مستقیما به سراغ تخریب بریم؟ تخریبی که شاید ادای اسمش خیلی ساده باشه و بگیم تخریب انجام میدیم و پرستیژ مهندسی هم داشته باشه این کار، اما تخریب ضمن پرهزینه بودن، ضمن زمان بر بودن به همین سادگی ها هم نیست. بتون بعد 28 روز درسته که مقاومت مشخصی مورد انتظار ما رو برآورده نکرده، اما در همین حالتش هم مقاومت بسیار بالایی داره. به همین دلیل بر اساس ضوابط یاد شده اقدام خواهد شد، اینجاست که جملهش نمود پیدا میکنه. به عنوان یک نکته اجرایی، اگر چنانچه در پروژه‌ای به هر دلیلی مقاومت مشخصتون به مقدار طراحی و مقداری که در مشخصات فنی یا دستورکارهای اجرایی ذکر شده دست نیافت، راهکارهای متفاوتی وجود داره. شکستن نمونه هایی با زمان های بیشتر، چون ممکنه مثلا به هر دلیلی، به دلیل استفاده از تیپ سیمان های مختلف، سیمان یک ماده شیمیایی است، در 28 روز به اون مقاومت مشخصه نرسه، یک مقدار دیرتر برسه. در 90 روز هم ما آزمایش رو انجام میدیم، شاید در اون زمان مقاومت مشخصه ما برآورده شد. استفاده از عملیات کرگیری، شاید شخص آزمایش کننده که از آزمایشگاه اومده و برای آزمایش بتون ما نمونه برداشته، کارش به درستی انجام نداده و مقاومت نمونه ما افت کرده، شاید این مشکل کار باشه. به همین دلیل از کرگیری استفاده میکنن، یعنی از اصل سازه، از بتونی که در سازه مصرف شده استفاده میکنن، ببینن اونجا چه مقاومتی وجود داره. روش دیگه ریدیزاین کردنه، یعنی ما ببینیم آیا سازمون به طور مثال اگر برای C25 طراحی شده،
بتونه ما C21 الان C21 رو جواب میده و سازه به فروپاشی نمیرسه، این یک راه دیگه است. پس این جمله بر اساس ضوابط یاد شده اقدام خواهد شد جمله چند کلمه است، ولی با استناد به آیین نامه بتون ایران خیلی جملات دیگه‌ای در داخلش نهفته هستش. میری به مورد بعدی. بند ششم نکته خاصی نداره، صرفا این که مطابق آیین نامه بتون ایران بتون‌های با مقاومت فشاری مشخص 16 مگاپاسکال و بالاتر در بتون آرمه به کار می‌رود. الان دیگه 16 مگاپاسکال عملاً جای خودش رو به 20 مگاپاسکال داده. اگر دارید کار طراحی میکنید، اگر برآورد یا کنترلی انجام میدید، یک حواستون به این باشه. در مبحث نهم ویرایش سال 1992 این عملاً دیگه 20 مگاپاسکال شده.